ماه رجب پیامبر فرمود ماه خداست، همانطور که ماه شعبان ماه پیامبر است. ماه رجب اولین ماه حرامه. ما چهار ماه حرام داریم که تو اسلام جنگ درش حرام اعلام شده، قبل از اسلام هم جنگ درش حرام بوده. یکیش رجب، سه تا هم ذیقعده و ذیحجه و محرم که اون سه تا به هم وصله، اما رجب تکیست. ماه رجب ماه حرامه. ماه رجب روایات داریم خدای فرشته‌ای دارد به نام داعی، یعنی دعوت کننده. هر شب تو این یک ماه از سر شب تا به صبح ندا میده، میگه کجا هستن توبه کننده ها، کجا هستن گناهکارا، آمرزش خواها. وظیفه این فرشته این است که در این ماه کسایی که قصد توبه دارن زمینه توبهشون رو فراهم کنه. ماه رجب ماه استغفار، استغفر الله و اتوب الی. ماه قرائت سوره قل هو الله، ماه گفتن زیاد کلمه طیبه لا اله الا الله. در یک کلمه من به شما اینطور بگم، همونطور که شما دیدید تو کشورهای مختلف، توی فروشگاه ها، توی مغازه ها، توی بازارها یک حراج فصلی دارن. حالا توی اروپا این خیلی زیاده، میگن حراج فصلی. مثلا یه فصلی از سال 50%، 60%، گاهی بیشتر جنسا رو حراج میکنن، ارزان میکنن. ولذا خیلی از مردم، مخصوصا اینایی که تمکن مالیشون کمه یا عیالوارن، میگن صبر کنید مثلا در فلان ماه حراج فصلی است، بریم همین جنس و نصف قیمت بخریم، ارزون بخریم، تو حراج کمتر. به خود خودشون میگن آف میزنن، تخفیف میزنن. خدای تبارک و تعالی سه ماه رو حراج فصلی زده، رجب و شعبان و رمضان. این سه ماه ماهاییست که زودتر عمل توش قبول میشه، زودتر روزه بالا میره، زودتر استغفار اثر میکنه. یعنی فصل حراج ثواب خداست، حراج بهشته. و به عبارت دیگر، به قول یکی از اساتید ما میفرمود، گاهی انسان ماشینش یه جایی خاموش میشه تو خیابون، خب باید هولش بدن. حالا اونجایی که باید هول بدن سه جوره، یه به همکفه، خب یه دو نفر سه نفر هول بدن ماشین میره یواش یواش، زن و بچه خود آدم هم باشن هول بدن حرکت میده. اما یه وقت سربالاییه، سربالایی خب با دو سه نفر حل نمیشه، ماشین تو سربالایی چند نفر باید هول بده. اما شانس آدم بگه ماشینش تو اول سرازیری خاموش بشه. اگر اول سرازیری باشه اصلا کسی نمیخواد هول بده، خودتونم یه دستش بزنید را میفته، چون سرازیره. خدای تبارک و تعالی این سه ماه رو سه ماه سرازیری قرار داده. اگه کسی ماشینش خاموش شده، باتری ضعیف شده، رابطهش با خدا کمرنگ شده، میگه بسم الله امشب اول رجبه، این سه ماه ماشین تو سرازیری، زور نداره. شما روزید 5 تا 10 تا قل هو الله، استغفار، لا اله الا الله، صلوات بر محمد و آل محمد. تمام اینها چند برابر میشه. البته این سه ماه دو ماهش مقدمه ماه رمضانه، وقتی به اونجایی میرسه که یه قرآن، مثلا شما یه آیه قرآنم بخونی یه ختم قرآن حساب میشه تو ماه رمضان. شما نفسم بکشی تسبیح میشه، بخوابیم عبادت میشه. لذا فردا که اول رجبه اونایی که توان دارن روزه بگیرن، نماز اول ماه، مخصوصا صدقه فردا خیلی ثواب عجیبی داره. تو روایات دارد که صدقه اول رجب، غیر از صدقه، همه ماه ها صدقه خورده، اول رجب توصیه بیشتره، مخصوصا اونایی که توان قربانی دارن، توان
ولو دو تا سه تا پنج تا فقیر رو پوشش بدن، مخصوصا نیازهای جامعه هم زیاده، گره گشایی کنن. به هر حال عزیزان، برادران و خواهران، گاهی تو زندگی ما یه فرصتهایی ایجاد میشه، باید اینا رو دریابیم. ببینید شما، من حدود دو ماه پیش خدمت آیت الله عظمای صافی بودم، هفتم هشتم آذر، یه کاری داشتم خدمت ایشون رفتم. خب خیلی هم حالشون خوب بود، خیلی هم با ما صحبت کردن، خیلی هم تحویل گرفتن. نزدیک 40 دقیقه من خدمت ایشون بود. اگر به ایشون میگفتیم شما امسال اول رجب نیستید، یا به کسی میگفتیم، حالا تصور میکرد ایشون نباشه اول ماه رجب، نیست دیگه، الان امشب از دنیا رفتن، امروز تشییع شد. حالا ایشون که کهنسال بودن، سنشون هم بالا بود. خیلی از افراد، کی تضمین میده شما سال آینده رجب و شعبان و رمضان رو درک کنید؟ لذا من کارهای سختم نمیگم، قل هو الله که خوندنش راحت، لا اله الا الله عرض میکنم، استغفار، توجه، مراقبت. خدا رحمت کنه امیرزاده‌های ملکی یک کتابی دارد به نام المراقبات، اونجا نوشته ماه رجب چیو انجام بدید، شعبان، رمضان. به هر حال امشب شب اول ماه رجبه، شب میلاد امام باقر علیه السلام. خب امام باقر علیه السلام اولین امامی است که، یعنی نخستین امامی است که هم حسنیه و هم حسینی، یعنی مادرش به امام حسن میرسه، خب پدرش هم که معلوم به امام حسین. لذا ائمه ما از امام باقر هم فرزند امام حسن محسوب میشن، هم فرزند امام حسین. لذا شما تو زیارتنامه هاشون ابن الحسن هم میگید، چون که وجود مقدس امام باقر، مادرشون فاطمه، این در واقع مادرشون فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام، یعنی امام سجاد با دختر عموش ازدواج کرد. امام حسن دختری دارد به نام فاطمه، کما اینکه امام حسین هم دختری داره به نام فاطمه، هر دوشون هم با پسر عموشون ازدواج کرده. فاطمه دختر امام حسین با پسر امام حسن، حسن مسنا، حسن دوم، که ایشون کربلا هم بوده، مجروح هم شده، ولی خب تو کربلا شهید نشده، پسر امام حسن. امام سجاد هم با دختر امام حسن ازدواج کرده، یعنی دو تا پسر عمو و دختر عمو، فاطمه دختر امام حسین با پسر امام حسن، فاطمه دختر امام حسن با امام سجاد. محصول این ازدواج امام باقره، و این زنم یک زن ویژه است که در روایت دارد کانت صدیقه. فاطمه مادر امام باقر همسر امام سجاد صدیقه بوده. صدیقه رو به حضرت زهرا میگن، به حضرت مریم خدا تو قرآن گفته لم تدرک مثلها فی آل الحسن امرأتون قطو، مثل این زن تو اولاد امام حسن دیده نشده. مثلا فاطمه معصومه سلام الله علیها که شما الان محضرشون هستید، خب ایشون پدرش 18 تا دختر داره، امام کاظم پر اولاد بوده، اما ایشون ویژه است. حضرت معصومه عاشق عباس قمی میگه افضل دختران موسی بن جعفر. بعضی از بزرگان گفتن افضل اولاد موسی بن جعفر، یعنی پسر و دختر، یعنی حضرت معصومه از تمام پسران و دختران موسی بن جعفر مقامش بالاتره، غیر از امام رضا که اون تخصصا خارجه. امام کسی با امام مقایسه نمیشه، امام ویژه است. غیر از امام رضا که حالا جایگاهش ویژه است، خب حضرت امام کاظم اولاد زیاد داره، اما فاطمه معصومه ویژه است. ویژگیش هم معلومه دیگه. شما این روایاتی که راجع به معصومه است، راجع به کدوم یکی از بچه‌های امام کاظم دارید؟ 4 تا امام سفارش زیارتشو بکنن، زیارتنامه براش القا کنن. دختر امام حسن یعنی فاطمه یه جایگاهی شبیه فاطمه حضرت معصومه داره که ویژه است تو اولاد امام حسن، حالا نسل امام حسن. این مادر
امام باقر است که امشب این فرزند تو خانش به دنیا اومد. امام باقر علیه السلام یادگار کربلاست. 4-5 سالش بوده کربلا بوده. 34 سال بعد کربلا با پدرش زندگی کرده و طبیعتاً ایشون خودش هم که کربلا کمتر اگه چیزی یادشون باشه چون بچه بوده، ایشون در واقع یک تاریخ کربلاست خودش. چون شما 34 سال با بابایی باشی که تمام صحنه کربلا و شام و اینا رو حاضر بوده، مرتب روزه میخوانده، مرتب از کربلا میگفته، لذا امام باقر گنجینه کربلاست، کاملا حوادث کربلا رو از پدرش شنیده و حدود 20 سال دوران امامتشون بوده. من فقط یکی دو تا روایت میخونم از امام باقر. آقایان عزیز، خواهران گرامی، میدونید ائمه ما مرکز مراجعات مردم بودن، حالا مسائل مالی و اینا نه، اون جای خودش کمک میکردن، ائمه ما زیاد کمک میکردن، ولی یکی از اموری که ائمه ما مرکز مراجعات مردم بودن مسائل علمی و سوالاتی که مردم داشتن. امام باقر فرمود به دو نفر که خدمت ایشون اومده بودن، فرمود شرقا و غربا، شرق و غرب عالم رو برید بگردید، همه جا برید بگردید، لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اهل البیت. علم صحیح پیش ماست، از ما چیز یاد بگیرید. ولذا ما میدونید بیشتر روایاتمون از امام باقر و امام صادق علیه السلام، چندین ده ها شاگرد ایشون تربیت کرده. من دو تا داستان براتون عرض میکنم از این امام بزرگوار، به همینم اکتفا میکنم. داستان اول، یک پیرمردی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، مال قبیله نخع، قبیله مالک اشتر. پیرمردی بود، آخر عمرش بود، منتها تمام عمرش رو خدمت به بنی امیه کرده بود، تو دربار اینها حلال و حروم و قاطی و پاتی و بالاخره با اینا زندگی کرده بود، با اینا مأنوس بود، از اینا حمایت کرده بود، حقوق گرفته بود، حق الناس کرده بود. حالا آخر عمرش دیگه پشیمان شد، آمد خدمت امام باقر گفت آقا من یه عمری کج رفتم، الان اومدم خدمت شما توبه کنم، هل لی من توبه، آیا توبه من قبوله؟ با اینکه شما میدونید توبه خیلی مهمه، ما کسی رو رد نمی کنیم، ولی بالاخره بی حساب کتابم نیست، بی حساب کتابم نیست، همه چیز تو درگاه خدا حساب داره. امام باقر به صراحت بهش فرمود لا، توبه شما قبول نیست. آقا چرا؟ این همه خدا تو قرآن دعوت کرده. فرمود حتی تؤدی الى کل ذی حق حقه، زمانی توبه شما، توبه یعنی بازگشت، یعنی جبران، زمانی توبه شما قبوله که تمام اون حق الناسی که به گردنت برگردونی. آتا تو دربار بنی امیه بودی، مال یکی رو خوردی، حق یکی رو گرفتی، ظلم به یکی، اینکه توبهش چیه؟ من شخص، این آقا مسئوله، شما باید ایشون رو راضی کنی، حق الناس که قابل بخشش نیست، لایغفره، ذنب لایغفره یا لا یترک، ترک نمیشه. امیرالمومنین فرمود گناه سه جوره، لا یغفر، لا یترک و این که انشاءالله یغفر، گناهی که آمرزیده نمیشه، بالا بری پایین بیای آمرزیده نمیشه. اون چیه؟ شرک. مثلا ابوجهل خدا ببخشه، چیه ببخشه؟ کافر از دنیا رفت. اونایی که این حرفا رو میزنن با دین آشنا نیستن، دو تا کتاب نخوندن، قرآن ندیدن. خدا به صراحتن تو قرآن میگه شرک قابل آمرزش نیست. یعنی چی؟ ابوجهل، ابو لهب، تبت ید و ابی لهب، با کفر از دنیا رفته اونجا آمرزیده بشه؟ تمامه کافر از دنیا رفته. شرک قرآن میگه آمرزیده نمیشه. این یه گناه. گناه دوم، امیرالمومنین فرمود لا یترک، چرا؟ آمرزیده میشه ولی باید جبران کنی، ترک نمیشی، اونم حق الناس.
شما مال کسی رو خوردی باید برگردونی، میشناسی باید بهش بدی، نمیشناسی رد مظالم بدی. امام باقر اینو فرمود. سومیش گناهانی که انشالله خدا میبخشه، حالا یکی یه دروغی گفته، یه خدای نگرده شرابی خورده، معصیتی کرده، به شرط اینکه پررویی نکنه، تکرار نکنه، پشیمون بشه، خدا میبخشه. پس گناه سه جوره: غیر قابل بخشش مثل شرک، غیر قابل ترک یعنی خدا رهات نمیکنه، باید جبران کنی مثل حق الناس. سوم چرا؟ گناهانی که امید بخشش داره، مثال زده. این یه داستان. داستان دوم، شخصی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کرد آقا من آدم کم عملی هستم، انا رجل ضعیف العمل. ضعیف العمل به معنای اینی که خیلی اهل مستحبات و مثلا فرض کنید که زیارت خوندن و قرآن، نه که مستحبه، خیلی اینا رو انجام نمیدم، خیلی زرنگ باشم واجباتمو انجام میدم، کف کف رو انجام میدم نه سقف. من عبارتشو بخونم: انی ضعیف العمل، من آدم کم عملی هستم، ولیکن ارجو، ولی دو تا ویژگی دارم: یک، مال حرام نمیخورم. مواظب بودم حلال از این دهانم پایین بره، شکمم لقمه حرام بره. دو، غرایز جنسیمو با حرام ارضا نمیکنم. یعنی به عبارت دیگر دو تا کنترل تو زندگیمه، یکی کنترل شهوت، یکی شکم. دو تا شین رو کنترل میکنم، شکم و شهوت. نه حرام خوردم، نه از راه حرام شهوتم رو ارضا کردم، ولی آدم کم عملیم، من بهشت میرم. آقا امام باقر فرمودن: ایو جهادن افضل من افت بطن و فرج. چه جهادی بالاتر از کنترل شکم و شهوته؟ بالاترین عبادت رو تو میکنی. ما عبد الله بشیء افضل من افت بطن و فرج، خدا به چیزی بالاتر از کنترل شکم و شهوت عبادت نشد. اینم یک روایت از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. امام بزرگواری که پدرشون یعنی فرزندشون امام صادق میفرماید پدرم در همه حال ذکر میگفت، یمشی و یذکر الله، راه میرفت در حال ذکر، یأکل و یذکر الله، غذا میخورد اما در حال ذکر بود. چطوری میشه آدم غذا بخوره در حال ذکر باشه؟ با مردم حرف بزنه در حال ذکر باشه. منظور اینه، یعنی همیشه توجهش به خدا بود، توجهش به خدا بود. یه وقتی وارد مسجد الحرام شد، نگاهش افتاد به کعبه، بلند بلند شروع کرد گریه کردن، خیلی بلند نگاهش که به کعبه افتاد. یه کسی کنارش بود به نام افلح، گفت: یا ابن رسول الله، یا ابا جعفر، الناس ينظرون الیک، شما بلند بلند گریه میکنی مردم نگات میکنن. مثل بعضی عزیزان ما مثلا میخوان یه کاری انجام بدن، مردم خجالت میکشن. تو هواپیما نمازش داره قضا میشه، میگه زشته باشم نماز بخونم. چه زشتی داره؟ زشتونه که نماز نمیخونه، باشه تو هواپیما وایسه به نماز. نماز یا میگه برم دانشگاه، همه مانتویی هن، من یا بیهجابن، کم هجاب، من چادر سر کنم، من تو خوابگاه نماز بخونم، نگام میکنم. آدمی که کارش درسته نگاش بکنن، چه اشکال داره؟ مثل اینکه شما یه بهداشت رو رعایت کنید مردم نگاهتون میکنن، اون که رعایت نمیکنه مشکل داره. من اومدم تو مکه، نگاه افتاده به خونه خدا، اشک میریزم بلند بلند. گفت: آقا مردم به شما نگاه میکنن. فرمود: ویحک یا افلح، ساکت باش، لعل الله ينظر الی برحمه، ان شاء الله خدا بهم نگاه کنه. من یه کار مثبت رو ترک کنم چون مردم نگاه میکنن، خب نگاه کن. این یعنی در هیچ حالی آقایان خواهران به خاطر رضایت مردم رضایت خدا رو زیر پا نگذارید. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این خیلی مهمه که رضایت خالق بر رضایت خلق همیشه مقدمه. ان شاء الله هممون بهره مند باشیم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و
و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا. به آبروی امام باقر در ظهور آقامون تعجیل بفرما، امشب که اول رجب اسائه ما رو ببخش و بیامرز، نسل ما، اولاد ما، بچه های ما مؤمن متدین اهل نماز قرار بده، کشور ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما، اموات گذشتگان روح آیت الله العظمای صافی امام عزیز از این جلسه بهره مند بگردان. صلوات علیه.